حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تأسیس مدرسه علمیه سپاه در آینده نزدیک خبر داده است. حجت الاسلام سعیدی که خود از دانش آموختگان مدرسه علمیه حقانی است، چهار عامل متون و محتوای جدید درسی، استادان برجسته، مدیریت متفاوت و فضای خاص حاکم بر مدرسه حقانی را دلیل موفقیت فارغ التحصیلان این مدرسه دینی در زمینه حضور در ساختار جمهوری اسلامی دانسته است. وی از چهره‌های شناخته شده مدرسه علمیه حقانی قم همچون آیت الله قدوسی، بهشتی و محمد تقی مصباح یزدی به عنوان الگوی برتر در تربیت طلاب یاد کرده و تصریح کرد در مدرسه جدید سپاه نیز از آموزه‌های این افراد استفاده خواهد شد. جان ماجرا این هست که مدرسه حقانی سه مدیر داشت که از میون اون سه مدیر فقط آقای مصباح موفق شد دوران بیشتری رو در واقع در اون مدرسه به خودش اختصاص بده و البته روش تربیتیش هم مورد اعتراض شدید یکی از مدیران دیگر اون مدرسه یعنی مرحوم آقای بهشتی قرار بگیره. آقای بهشتی در کتاب شریعتی جستجوگری در مسیر شدن به نقل از ایشون اومده، این کتاب رو بنیاد شهید بهشتی منتشر کرده، به صراحت اومده که روش تربیتی آقای مصباح در اون مدرسه تربیت مشتی انسان لجوج، پرخاشگر، بیجا و متعصب بود. موفقیت آقای مصباح در روشی است که حاصل اون روش مدیرانی هستند که به هنگام بحران به کار جمهوری اسلامی میان و این روش به نظر من در شرایط امروز جامعه ایران به کار سپاه میاد و اگر روحانیونی تربیت بشن که خطراتی که امروز حوزه داره برای سپاه رو اونها نداشته باشن، مثل برخی از مرافع و روحانیانی که در کنار مردم قرار گرفتن، قاعدتا این به سود سپاهه. مدرسه حقانی در سال 1342 خورشیدی توسط علی حقانی یکی از بازاریان سرشناس تهران تأسیس شد و همکنون نیز زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمی قم اداره می شود. بسیاری از فارغ التحصیلان مدرسه حقانی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پست‌های کلیدی و حساس جمهوری اسلامی حضور یافتند. از آن جمله میتوان به آیت الله قدوسی، دادستان انقلاب، روح الله حسینیان از مقامات اطلاعاتی و دادستان ویژه روحانیت تهران، مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور، قربان علی دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و علی اکبر فلاحیان وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی و نماینده مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری مدرسه حقانی در تولید مبانی نظری و تئوریزه کردن منافع جمهوری اسلامی نقشی کلیدی داشته است. احمد باطبی، صدای آمریکا، واشنگتن.